آواز خوش هزار تقدیم تو باد ترین بهار تقدیم تو باد گویند لحظه است رویدن گل آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هشتم جان سپاس که برنامه خودتان مکتب عادی را انتخاب کردید دوستان عزیز میرسیم در جلسه هشتم از سنف هشتم عنوان درس امروز ما چیست دوستان شعری از شاعر معاصر غلام نبی اشقری تحت عنوان تا به پای قصر شیرین در ابتدا شعر را برای تا میخوانیم و توضیح میدهیم در قسمت دوم میپردازیم در دستور زبان و مفهومی را بررسی میکنیم در حوزه کلمات نامستقل تحت عنوان پسینه خب دوستان قبل از اینکه وارد درس شویم وارد بحث شویم کانال ارتباطی را براتان دوباره بازگو کنیم بیان کنیم تا فراموشتان نشود دو نو سد و شست و چار، سد و هشتاد سد و, پینجا و پنج، ارتباطی ما با شما دوستان عزیز و دلبندان نازنین است دوستان عزیز قبل از اینکه وارد درس شویم کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم شاگردهای عزیز میرسیم ده بخش اول ما تحت عنوان کار خانگی جلسه قبل سوالی داده بودیم در جلسه قبل و از شما خواستیم که شکار کنید دوستان برای پشوندهای صرفی و کلمه ساز دو مثال بیاورید پشوندهای صرفی و کلمه ساز خب در جلسه قبل برای تا خاطر نشان کردیم گفتیم که پشوندها در واقع او کلمات نامستقلی هستند که در ابتدا ون هستند باز این که در واقع میتواند قرار بگیرد بر سر اسمی فعلی یا صفتی و دارایی است اگر ابتدا قرار بگیرد میشود پیشوند اگر در واقع انتها قرار بگیرد میتواند بشود تحت عنوان پسفند یا پسینه خب حالا میگوییم که اگه هایی که ما برایتان در جلسه قبل توضیح دادیم گفتیم پیشوندها دو حالت دارد یا صرفی است و یا کلمه ساز است صرفی اگر باشد فقط بر سر چیز و سان اگر صرفی باشد فقط بر سر فعل قرار میگیرد. پس کلماتی که تحت عنوان پیشوند های هستند فقط و فقط بر سر فعل می در حالی, در, حالی که پیشوند کلمه ساز سان در حالی که پیشوند کلمه ساز پیشوند هستند که بر سر اسم و فعل و صفت می آین. پس علاوه بر فعل بر سر چی دوستان گفتیم بر سر اسم میآید می بر سر صفت هم قرار می گیره. خب اگر پیشوند های ما صرفی باشد بخوایم مثال بزنیم میگویم دوسان دوستان پیشوند های صرفی همی گفت همی گفت نگاه کنید دوستان همی گفت در واقع همی می پیشوند ما که بر سر فعل قرار گرفته می گفت یک نوع دیگه یا میتوان بگیم که نگفت هستن نگفت نخور نرو این کلمات هم در واقع حرفی نیه که بر سر او ای در واقع افعال قرار میگیرد میشه چی دوستان؟ می میشود او پیشوندهای در واقع صرفی ما اگر هم در واقع های ما چی باشه دوستان؟ کلمه ساز باشه کلمه ساز باشه که بر سر گفتیم علاوه بر سر فعل بر سر اسم هم می آید بر سر صفت هم جای میگیرد خب کدام کلمات میتوانیم بگویم دوستان مثل کلمه درخواست مثل چی دیگه؟ مثل فراخان میتواند باشد کلمه برداشت برخواست نگاه کنید دوستان این قسمت دری ای که در درخواست آمده یا این فرایی که در خان آمده این در واقع چیز دوستان؟ این پشفندهای کلمه ساز هستند که در واقع باعث ساختن یک کلمه شده تحت عنوان اسم در واقع اسم درخواست اسم فراخان نگاه کنید دوستان باعث شکلگیری کلمه جدید با معنای جدید شده است خب دوستان وارد بخش اول درس جدید شویم درس جدیدی که همانطور که برایتان بیان کردیم شعری میخوانیم تحت عنوان تا به پای قصر شیرین از شاعر معاصر غلام نبی اشقری ابتدا شعر را برایتان تان میخوانیم و در بعد از او دوستان برای تان توضیحاتی پیرامون شعر میدهیم کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد یک رفیق دستگیری در جهان پیدا نشد تا به پای قصر شیرین نعش فرهاد آورد آرزوی مرغ دل زین شیوه حیرانم که چیست تیر خون آلود خود را نزد سیاد آورد در صف عشاق می بالد دل ناشاد من گر لب لعلت مرا یاد آورد دل کند لخت جگر را نظر چشم گل رخان همچو آن طفلی که حلوا پیش استاد آورد کیست کیست تا از روی غمخاری در این بحر جنون بهر دست و پای من زنجیر فولاد آورد اشقری از روی علم و فن نمی‌سازد غزل اینقدر مضمون تو طبع خداداد آورد بله دوستان نگاه کنید شعری که از جناب غلام نبی اشقری بیان کردیم در این شعر اشقری در واقع گلایه میکند از روزگار قدار که چرا در این روزگار که برای هر انسانی یک معشوقی موجود است برای شاعر مادی شعر موجود نیست گلایه میکند که از این روزگار که متاسفانه وقتی معشوق نیست دل به دامان باد سفارت و معشوق خود را باد قرار میداد که این نسیم سوگاهی برایش حکم معشوق را داشته باشد به طوری که میگوید اگر معشوق نباشد دیگر چه کسی برای فرهاد و برای در واقع شیرین بمیرد نعش فرهادی که برای شیرین برای عشق شیرین به پای جان افتاده است برای عشقری در واقع چی؟ برای عشقری در واقع یک چیز ناپیداست اشان ناله میکند و گلایه میکند و از معشوق خود در روزگار بی عشق و بی معشوق خب در مورد زندگی نامه اشقری چند مطلب برای شما دوستان آورده ایم اشان متولد سال 1273 هجری شمسی در حومه کابل است که در واقع در پایتخت افغانستان به دنیا می آید نام اصلی اشان غلام نبی است و در واقع نام پدرشان محمد رحیم است اشقری از این جهت که در واقع تخلص ایشان در حوزه شعر است تخلص ایشان در حوزه شعر است دوستان به اینا و به این تخلص در واقع یاد می شود پیشه اصلی خانوادگی شغل اصلی خانوادگی اشقری چیز تجارت است به طوری که بسیاری از بازارهای کشورهای مختلف و در واقع کشور خودمان افغانستان تحت در واقع تجارت ایشان بوده است بازارهایی که در بخارا هست در کابل هست در بلخ بوده در کشور هندوستان بوده در واقع تجارت میکرده و پیشه پدری خود را همواره مورد در واقع متداول بودن و ممارست قرار میداده است بعد از مدتی در واقع اشقری تمام اموال پدری را از دست میدهد و شکسته میشود به طوری که در واقع در اشعار خود بارها و بارها از این یاد کرده است اشقری می آید و در واقع بعد از ورشکسته شدن در حوزه تجارت چیکار میکند؟ یک دکان صحافی در سال 1325 هجری شمسی در کابل در واقع ایجاد میکند و درست میکند از ویژگی های اشقری در واقع چیست؟ ایست که ایشان همیشه در حال سفر و سیاحت است به طور که بسیار از ولایت هایی که در حوزه کشور عزیزمان افغانستان جای دارد در واقع مورد دید و بازدید ایشان و سیر و سیاحت ایشان قرار گرفته ایشان را از پیشگامان پاسداری از شعر کلاسیک میشناسند نگاه کنید دوستان ایشان را از در واقع پیشگامان شعر کلاسیک میشناسند شعر کلاسیک چی بود؟ شعر کلاسیک یا شعر سنتی او شعر را در واقع میگویند که در او وضع در واقع قافیه در او در واقع آهنگ همیشه را آید میشده اشعار قدیمی مانند چی؟ قالب های شعری قدیم دوستان غزل قصیده مسنوی قطعه دو بیتی ربایی در واقع ترجیبا ترکیبا مسمد، همه و همه ای در واقع اشعار قالم های کلاسیک هستم و ای پایداری میکرده و حفظ میکرده و همواره خود را وامدار اصلی شعر کلاسیک میدارسته و در مقابل شعر نو قرار گرفته شعر نو که میدانید وزن و قافیه در او در واقع تغییر پیدا میکند و شعر است که وقتی میخوانید فکر میکنید که نصر میخوانید ولی یک نصر چی؟ یک نصر دارای آهنگ فقط همین قطع. اگر بخوایم مجموعه سروده های اشقری را یاد کنیم تحت عنوان دیل نالان از یاد می شود که موضوعات مختلفی در حوزه همدیه، در حوزه ند و در حوزه منقبت در واقع این مضمون ها در این مجموع شعر یافت می شود <applause> خب شاگرده عزیز می رسیم در بخش دوم در حوزه دستور زبان در یک مفهوم جدیدی تحت عنوان پسینه خاطر دوستان اگر باشد در جلسه قبل در حوزه کلمات نامستقل توضیح دادیم گفتیم یکی از کلمات نامستقل وند است وند کلمه است که به تنهایی معنا ندارد به کلمه مستقل دیگر اضافه می شود و معنای جدید با ساختار جدید را درست می کند خب گفتیم انواع دارد یا پشفند است یا پسفند است که در پسفند در واقع امروز می خواهیم دشت بپردازیم تحت عنوان پسینه میگویم از چیست؟ در زبان دری یا زبان فارسی پسینه جز نشانه های ساختمانی زبان است پس اولا ما میگوییم که پسینه یک نقش نماست یک نقش ساختاری دارد و نشانه یک کلمه خاص در حوزه دستور زبان است اینه تنها کلمه نامستقل راست پس ما یک نو فسیله بیشتر نداریم یک دانه فسیله بیشتر نداریم تحت عنوان چی؟ تحت عنوان را حال این را چیه؟ را نشانه کلمه مفعول است میبینیم نقش آن پیوند دادن مفعول معرفه با بخش های دیگر جمله است پس را اولا نشانه مفعول است چه نوع مفعولی مفعولی که معرفه است اسم شناس است اسمی که برای ما شناخته شده است و ای اسم مفعول معرفه را به بخش های دیگر یا میتواند فعل باشد یا میتواند فائل باشد یا بخش دیگر باشد در او مرتبط میکند مانند مثال نگاه کنید دوستان پرویز کتاب را مطالعه کرد کلمه ای که در واقع مورد بحثش میشه دوستان کلمه ای که در موردش میخوایم امروز توضیح دهیم چیز همین پسینه راست نگاه کنید دوستان پسینه را چیزی است که ما در موردش میخوایم برای شما توضیح دهیم خب این را حال این را در واقع ده چی برمیگردد ده او کلمه قبل خود که یک کلمه چیز کلمه مستقل است این کلمه مستقل کتاب است ما میگوییم چی پرویز کتاب را مطالعه کرد چرا مطالعه کرد کتاب را و این را چون بعد از کلمه مفعول آمده میشود پسینه قبلش نیامده ها بعدش آمده میشود پسینه خب نکته دوستان نکتهش میگوید میگوید در جمله ای اگر مفعول بدون پسینه را استفاده شود آن مفعول اسم نکره نامیده می شود زیرا اسم نکره برای شنونده معلوم و روشن نیست ولی اسم معرفه نزد شنونده از پیش معلوم است نگاه کنید دوستان نکته خیلی نکته مهم است پس اگر اسم در داخل جمله و او اسم خاصه مفعول دوستان و او اسم مفعول اگر در داخل جمله به همراه پسینه را باشد فقط و فقط آنجا میتوانیم اون مفعول را بگم چی؟ مفعول معرفه اگر او اسم مفعول بیاید ولی او نشانه را او پسینه را بعدش ذکر نشود او اسم نکره شود. دیگه ما نمیدانیم که مقصود از او اسم چه کسی است او اسم برای ما ناشناخته است خب مثالش را بگوییم مثال همین نکته میگوییم عبدالله خانه خرید در جمله دقت کنید دوستان عبدالله خانه خرید خب این را میگوییم که این کلمه خانه در این جمله اسم نکر است درست است که خانه نقش چیست؟ نقشش مفعول است ولی بعد از کلمه خانه حرف را داریم پس ای را آمده؟ نه آمده پس این کلمه خانه در اینجا چی میشه دوستان؟ میشود اسم نکره حال جمله بعدی همین جمله رو یک تغییر دادیم عبدالله خانه را خرید بعد از کلمه خانه چی آمده دوستان؟ بعد کلمه خانه حرف را را اضافه کردیم خب در را آمده اینجا میگوییم کلمه خانه میشود اسم معرفه اسمی که برای ما شناخته شده و اسم شناس است پس این کلمه خانه در جمله دوم اسم معرفه است خب رسیدیم در کار خانگی جلسه آینده برای پسینه را دو مثال بیاورید حالا دوستان دو جمله ذکر میکنید در داخل جمله خود حتما پسینه را بیاورید که در واقع اون مفعول شما چه شود اسم معرفه شود اسم شناس شود برای ما دو مثال را ذکر کنید و در هفته آینده به دست ما برسانید خب چگونه میتوانید برسانید دوستان برای رساندن کار خانگیتان دوستان میتوانید از کانال ارتباطی در واقع کمک بگیرید مدد بگیرید کانال ارتباطی ما چی بود دوستان دو صفر دو نوصد و و چهار هفتصد و هشتاد، دو سد و و پنج چهیل کار خانگی ارائه نظر ارائه پیشنهادات هر نوع گفتمانی که هر نوع سخنی که با ما داشتید دوستان میتوانید از طریق ای کانال ارتباطی ذکر بکنید در پایان جلسه امروز رسیدیم دوستان مانده نباشید تا جلسه بعد یار و یاور شما خدای پاک